خب حالا که ما راجع به تغییر تا حدی صحبت کردیم و یک بسترسازی ذهنی ایجاد شد، حالا میخوایم راجع به خود مدیریت تغییر صحبت و بحث و بررسی داشته باشیم. یه تعریفی از مدیریت تغییر بخوام ارائه بدم، باید بگم که مدیریت تغییر نوع خط مشیه که نحوه آماده سازی، تجهیز و حمایت از افراد جهت سازگاری موفق با تغییرها رو فراهم میکنه تا موفقیت سازمانی در نهایت حاصل بشه. پس به این ترتیب وقتی ما میگیم مدیریت تغییر نوع خط مش هستش، یعنی در حد داره یک بستری ایجاد میشه، یک زمینه فکری ایجاد میشه و نحوه آماده سازی که اینجا داره مطرح میکنه، یک بستری آماده میشه، زمینه فکری آماده میشه برای اینکه افراد اون توانایی لازم برای سازگاری با تغییر رو پذیرا باشن. پس به این ترتیب به اون بسترسازی اصطلاح میگیم خط مش، و اینکه شما در حقیقت باید بتونید این بستر رو هدایت بکنید به سمت، همونطور که عرض کردم، موفقیت سازمانی و اهداف سازمانی. پس نیاز به یک مدیریت واحد نیاز داره که در نهایت تعریف مدیریت تغییر شکل میگیره. مدیریت تغییر یک رویکرد ساختار یافته برای حمایت از افراد در سازمان ارائه میکنه تا از وضعیت عادی و معمول بتونن به حالت ایدئال ارتقا پیدا بکنن و در نتیجه بهره‌وری سازمانی افزایش پیدا بکنن. ما در دنیای زندگی میکنیم که در اون کلمه تغییر نظم کاری جدیدی رو تعریف میکنه. رهبران سازمانی اگر با تغییر مواجه بشن، دیگه فرصت تجزیه و تحلیل اون رو ندارن و باید اجرا بکنن و پیاده سازی صورت بگیره در سازمان. اونها در عوض باید تصمیم بگیرن که چطوری میتونیم سازمان رو، خودمون رو دگرگون بکنیم تا یک محیط به سرعت در حال تغییر رو حفظ بکنیم. پس به این ترتیب فرایند تغییر حتی به قوی ترین سازمان ها هم فشار و استرس و اضطراب وارد میکنه و رهبران رو و مدیران رو به تکاپو میندازه. همچنین میتونیم بگیم افرادی رو که باید در مورد این تغییر متقاعد بشن، اونها هم دچار استرس خواهند شد. همون منابع انسانی که من جلوتر در موردش صحبت کردم. رهبران که این روزها با فشار پاسخگویی به دنیای به سرعت در حال تغییر احاطه میشن، به ابزارهایی نیاز دارن تا از پس چالش‌های بسیار زیاد برای ایجاد و حفظ ابتکار عملهای تازه بتونن بر بیان. این ابزار رو ما میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. حروف اختصاری زیر که صحبت خواهیم کرد میتونه کمک بکنه که برخی از موضوعهای مربوط به تغییر یا چینج رو بتونیم به یاد بیاریم و اینا دقیقاً ابزارهایی است در دست مدیران و رهبران برای حفظ ابتکار عملهای تازه و جلوگیری از چالش‌های زیادی که برای تغییر میتونه ایجاد بشه و وجود داشته باشه. شما کلمه چینج رو خواهش میکنم یادآوری به یاد داشته باشین و در ذهنتون داشته باشین. چینج از سی شروع میشه. سی تشویق، کاریج، ریسک پذیری، پرسش، چالش و تأمین نیازهای آینده رو باید سعی کنیم تشویق بکنیم. یعنی رهبران این وظیفه رو دارن که ریسک پذیری رو افزایش بدن، پرسشگری رو افزایش بدن، با چالش ها مواجه بشن و با اونها مقابله نکنن و در جهت تأمین نیازهای آینده شرکت هم کوشا باشن و این موضوع تشویق بکنن. CH شناخت داشتن. have از خود و دیگران درک و شناخت مناسبی رو باید رهبران پیدا بکنن، یعنی به یک خودباوری، خودآگاهی و خودمحوری برسن. A تحلیل، analyze، واژه‌های عمومی و تخصصی رو باید بتونن تحلیل بکنن، هر واژه‌ای رو در جای خودش، در شرایط خودش و در موقعیت خودش، چه عمومی باشه چه تخصصی باشه، به کار بگیرن و مورد بررسی قرار بدن و مورد استفاده قرار بدن. N نید، نیاز، نیاز به دانستن، پژوهش، توسعه، نیاز به در حقیقت آرندی، ریسرچ اند دیولپمنت، تحقیق و توسعه. جی گو، حرکت، با بزرگترین نقاط قوت خود حرکت بکنیم. ما یکی از کارهای خیلی اساسی که در نظر میگیریم در این زمینه در بحث استراتژی ها که حالا مدیریت تغییر نیاز به یک نوع استراتژی داره، SWOT هست. استرنت، نقاط قوتمون کجاست؟ SWOT، W ویکنس، نقاط ضعفمون کجاست؟ بتونیم شناسایی بکنیم. SWO، اپورتونیتی، نقاط قوتمون میتونه کجا باشه؟ و تیم، تریتمنت، چه جاهایی ما دچار تهدیدهایی میشیم؟ چه تهدیدهایی ما رو مورد خدشه و خطر قرار میده؟ پس به این ترتیب باید سعی کنیم با این روند و با این پروسه حرکتمون رو با قوت زیاد، با قدرت زیاد، با نیرومندی بسیار زیاد پیش ببریم و از حرکت باز نیستیم. و در نهایت ای، اکسپکتد، مورد انتظار، اون چیزی که مورد انتظار هست، نتایج مورد انتظار باید تعیین بشن، اون اهداف مورد نظر، اهداف که میخوایم بهش دسترسی پیدا کنیم و حاصل بشیم، باید تعیین بشه و در راستای رسیدن به اهداف گام برداریم و حرکت بکنیم.
مفاهیمی برای مدیریت تغییر. مدیریت تغییر یک علم نیست، بلکه یک فرایند تدریجی اکتشافه. یعنی شما دقیقا باید تشخیص بدین گام به گام در کجاهای سازمان نیاز به تغییر دارین، در کجاهای سازمان نیاز به تفاوت در تفکرات گذشته نسبت به حال دارین، و به این ترتیب این نشون دهنده این هستش که ما با یک فرایند تدریجی روبرو خواهیم شد که دائما موارد جدیدی رو برای تغییر دادن و تغییر کردن کشف می‌کنیم. پس یک فرایند تدریجی اکتشافه که میتونه مدیران رو وادار بکنه نسبت به مشکل‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌های کوچیک واکنش نشون بدن. مدیر تغییر برای معرفی ایده جدید به سازمان حداقل به سه چیز نیاز داره. ملاحظه می‌فرمایید، اعتقاد به اون ایده، به اون ایده جدید، خودش اول بعد اعتقاد رو داشته باشه و بتونه این اعتقاد رو به دیگران هم منتقل بکنه، اراده برای عمل کردن با اعتقاد خودش و انتقال این اراده به دیگران و ایجاد یک تیم ورک، و در نهایت اطلاعاتی برای اینکه چگونه ایده رو وارد سازمان بکنه و به چه ترتیب این ایده وقتی وارد سازمان میشه افراد این رو پذیرا باشن. چند درصد از افرادی که با اون ایده مواجه میشن و برخورد میکنن با اون ایده مقابله میکنن و مخالفت میکنن؟ چند درصد اون رو مورد پذیرش قرار میدن؟ آیا ما میتونیم از کسانی که از اون ایده استقبال کردن و مورد پذیرش قرار دادن به عنوان حامی خودمون استفاده کنیم در مقابله با کسانی که با اون ایده مخالفت کردن؟ پس اینا دقیقاً چیزایی است که باید مدیر نیاز سنجی بکنه قبل از اینکه بخواد ایده ای رو معرفی بکنه و سپس به این کار مبادرت بکنه. اصول مدیریت تغییر در محیط کار. در زمانهای گذشته مدیران ارشد در شرکت‌ها هدف ساده‌ای برای خود و سازمانشون داشتن. اون هدف چی بود؟ ثبات. فقط به دنبال این بودن که یک ثباتی وجود داشته باشه، یک خط سیر مشخص و ممتدی وجود داشته باشه و از تلاطم و در تغییرپذیری گریزان و دور بودن. در این شرکت ها سهامداران تنها میخواستن کمی بیشتر از رشد درآمد قابل پیش بینی شرکت رو نصیب خودشون بکنن، یه مقداری بیشتر از اون چیزی که مد نظر بود به سودآوری میرسه براشون کفایت میکرد. و از اونجایی که بسیاری از بازارها بسته شده یا توسعه نیافته بود، مدیران میتونستن از طریق تغییر دادن سالانه برنامه استراتژیک خودشون به انتظارهایی که مد نظرشون بوده پیش بینی کردن دسترسی پیدا کنن، چون چندان بازار تلاطم نداشت، تنوع نداشت، رقیب نداشت، انحصاری بود تا حدی و یک رکود کاملی هم در زندگی افراد وجود داشت و قانع بودن نسبت به اون چیزی بهشون عرضه میشد. قیمتها تغییر چندانی نمیکرد و افراد در شغلهای خودشون باقی میموندن و زندگی نسبتا خوبی داشتن. اما یه اتفاقی افتاد، مخصوصا بعد از ورود این ذهنیت به ذهن افراد دنیا جهانیان، که ما در گلوبال ویلج در یک دهکده جهانی به سر میبریم. یعنی دقیقاً از دهه 60-70 میلادی در نظر بگیرید موضوع رو. شفافیت در بازار عرضه، پویایی نیروی کار، جریان جهانی سرمایه و امکان ارتباط سریع، همون ذهنیتی که در یک دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم، باعث شد که اون سناریوی ساده به زیر مجموعه های کوچیکی شکسته بشه، تنوع ایجاد بشه و رقیبان سر از کار در بیارن. امروز در اکثر صنایع افزایش رقابت جهانی باعث شده که ذهن جمعی مدیران درگیر موضوعی بشه که در گذشته به آسانی نادیده گرفته میشد، چون نیازی به این موضوع نداشتن، چون تنوعی در سازمان چندان وجود نداشت، چون رقیبانی وجود نداشت، حرف جدیدی وجود نداشت. و امروزه این حرف جدید وجود داره و منجر به تغییر یا نیاز به تغییر در سازمان ها میشه. در برنامه ریزی برای تحول های سازمانی به طور معمول بر تدوین بهتر برنامه های استراتژیک و تاکتیکی سازمان تمرکز زیادی میشه، اما داشتن درک ساده از بعد انسانی این تغییرها برای رسیدن به شرط مطلوب ضروری هست، چون بالاخره یک انسان هست که میخواد این تغییرها رو بپذیره، باور بکنه، ایمان بیاره و اجرا بکنه یا در نهایت مورد مخالفت و مقابله قرار بده. پس این بعد انسانی بسیار بحث مهمی در کنار سایر برنامه استراتژیک و تاکتیک. در واقع این برنامه ها به تنهایی باعث ایجاد ارزش نمیشن، بلکه نتایج مطلوب تنها از طریق اقدام های جمعی، گروهی در حیطه منابع انسانی و پایدار که میتونه صدها کارمند رو درگیر خودش بکنه حاصل میشه، که مسئول طراحی، اجرا و زندگی در محیط جدید و تغییر یافته هستند. تحول های ساختاری در بلند مدت حداقل میتونیم بگیم دارای 4 ویژگی اساسی هستند که بعد اینها در بحث مدیریت تغییر مورد توجه قرار بگیرن. مقیاس عبارت است از تغییر بر همه یا بسیاری از بخش‌های سازمان در بلند مدت یا کوتاه مدت میتونه تأثیر بگذاره. یعنی مقیاس عبارت است از اون میزان بعد و مسافت و گستردگی و مساحتی که تغییر در سازمان اشغال کرده. اندازه، میزان تغییر وضع موجود، تا چه اندازه این تغییر در حقیقت تسری پیدا کرده در سازمان. مدت زمان، معمولا برای ماها میتونیم بگیم که این تغییر به طول می انجامه، هم اجرا کردنش هم ماندگاریش و پایداریش.
و اهمیت استراتژی، یعنی اون استراتژی هایی که میتونه منجر به تغییر مورد نظر ما بشه، باید از چه استراتژی استفاده بکنیم که اون تغییر در سازمان مطلوب واقع بشه. با این حال میتونیم این شرکت ها تنها زمانی به نتیجه مطلوب دست پیدا میکنن که این تغییرها در سطح کارمندان رخ بده، یعنی در سطح افراد رخ بده، چون در حد افراد دارای افکار متنوعی هستند، مسلما تعداد زیادی را هم از بخش سازمان در بر میگیرن و در سطوح عملیاتی اگر به سر بیاریم که هرچه بیشتر این اتفاق میفته، به همین خاطر دارای تاثیرات بسیار زیادی هستند. اگر شما در نهایت 10 نفر از مدیرانتون تغییر رو بپذیرن اما 100 نفر از کارمندان تغییر رو نپذیرن و باش مقابله کنن، مسلما اون 10 نفر دارای کار بسیار مشکلی خواهند بود و آینده بسیار مشکلی رو خواهند داشت در اجرایی کردن یا پیاده کردن تغییر، و چه بسا که عطای تغییر رو به لغاش ببخشن و اصلا منصرف بشن از اجرا کردن این تغییر در سازمان. و به همین خاطر این در سطح فردی کارمندان بسیار زیاد مهمه و اینجاست که مدیریت منابع انسانی در سازمان میتونه نقش بسیار مؤثر و پررنگی رو ایفا بکنه. در این راستا نمیتونیم هیچ روش کلی که برای تمام شرکت ها مناسب باشه بیان بکنیم، یعنی با یک نسخه همه سازمان ها رو بپیچیم، اما مجموعی از ابزارها و تکنیک هایی میتونه وجود داشته باشه که میتونه در بسیاری از شرایط برای ما و برای خیلی از سازمان ها مناسب و مشترک باشه. از جمله فهرستی از 10 اصل برای مدیریت تغییر که استفاده از این 10 اصل به عنوان یک چارچوب جامع و سیستماتیک و مدون به مدیران اجرایی میتونه کمک بکنه تا بفهمن چه انتظارهایی باید داشته باشن از اون تغییری که در سازمان داره پیاده میشه، چگونه پرسنل خودشون رو در طول تغییرها مدیریت بکنن و چگونه و چطور کل سازمان رو در این فرایند درگیر بکنن و مورد پذیرش قرار بدن. این موارد رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم. 1، در جریان تغییر به بُعد انسانی به صورت سیستماتیک توجه بکنید. این چیزی بود که در اسلاید قبلی هم ملاحظه کردم و من گفتم که مدیریت منابع انسانی چون مجری در حقیقت تغییر هست یا مخالف تغییر میتونه باشه، در حقیقت میتونه تاثیر بسیار مثبت یا منفی در این زمینه اجرا بکنه و ایجاد بکنه. هر گونه تغییر سیستماتیک برای افراد درگیر در اون مشکل‌هایی رو ایجاد میکنه. این موضوع مشاغل رو تغییر میده و مهارت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد میکنه که باعث میشه کارمندان نسبت به روش جدید حس بی‌اعتمادی و حتی مخالفت بتونن داشته باشن و موضع‌گیری منفی داشته باشن. برخورد با این مشکل‌ها پس از اجرای تغییر و به صورت موردی باعث میشه سرعت اجرای برنامه، روحیه افراد و نتایج در معرض خطر قرار بگیره و تغییر احتمالاً به شکست بیانجامه. چه نباید بذاریم چه اتفاقی بیفته؟ یک رویکرد رسمی برای مدیریت تغییر باید از ابتدای اجرای تغییر ایجاد بشه و این نکته بسیار مهمه. پس شما از همان ابتدای کار باید با یک رویکرد و نگاه سیستماتیک منظم و مدون بخواید تغییر رو اجرا بکنید. در این صورت ما میتونیم بگیم که چون با برنامه پیش رفته این تغییر، امکان شکست خوردنش بسیار کمتر میشه و همگام با گسترش تغییر در بخش مختلف سازمان توسط افراد درگیر با اون پذیرفته بشه. پس به این ترتیب باید به تدریج تغییر رو در سازمان تحمیل بکنیم، گسترش بدیم و اون گستردگی رو به تدریج گام به گام باید ایجاد بکنیم. و این رویکرد به همون اندازه که به طراحی مجدد استراتژی، سیستم‌ها و فرایند نیاز داره، یعنی در حد یک تغییر دگرگون ساز رو ایجاد میتونیم بکنیم، به تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و نظم در پیاده سازی تغییر هم نیازمند هستش. پس به این ترتیب ما در هر دو حال باید در قسمت اول که به دنبال طراحی مجدد هستیم نقاط ضعف تغییر رو برطرف بکنیم، در قسمت دوم که دنبال تجزیه و تحلیل هستیم برنامه ریزی بکنیم نسبت به آینده حضور تغییر در سازمان. روش مدیریت تغییر باید کاملا یک پارچه با طراحی برنامه و تصمیم گیری های دقیق باشه، یعنی اطلاع رسانی درباره تغییرها و اجرای تغییرهای استراتژیک باید همگام با همدیگه صورت بگیره. این شماره 1. شماره 2، تغییر رو از سطوح بالای سازمان آغاز کنید. از اونجایی که تغییر باعث نگرانی افراد در تمام سطوح سازمان میشه و عرض کردم میتونه منجر به استرس و فشار روحی برای افراد بشه، افراد رو از اون حالت آرام و راحتی که در گذشته داشتن خارج بکنه و زندگی کاری اونها رو متلاطم بکنه، دچار دستخوش نوسان بکنه، میتونه باعث نگرانی اونها بشه و در این شرایط و روند توجه اونها میتونه به مدیران بالاسریشون، مدیر عامل و تیم مدیران اجرایی معطوف بشه تا چگونگی قدرت، پشتیبانی و جهتگیری رو در اونها بیابند. یعنی در حقیقت کارمندان زیرمجموعه به این موضوع توجه میکنن که آیا این مدیران بالاسر که اون تغییر رو مورد پذیرش قرار دادن، آیا از نظر شرایط زندگی کاری که در محیط کار و سازمان وجود داره شرایط بهتری نسبت به گذشته ایجاد شده واسه شون
وقتی که این تغییر رو خود مدیران مورد پذیرش قرار دادن، آیا این تغییر عاملی بوده برای اینکه اون افراد موفقیت بیشتری در محیط کاری براشون پیش بیاد؟ و به این ترتیب اگر چنین باشه، مسلما کارمندان هم از این تغییرها استقبال بیشتری خواهند کرد و به این ترتیب باید اون انگیزه لازم در کارمندان ایجاد بشه برای اینکه با آغوش باز بتونن اون تغییر رو مورد پذیرش قرار بدن. و چه چیزی بهتر از اینکه در ابتدا این تغییر در ذهنیت و در زندگی کاری مدیران ایجاد بشه و سپس به کارمندان زیرمجموعه سریع پیدا بکنه. پس برای به چالش کشیدن و ایجاد انگیزه در کارمندان، بیش از هر چیز باید تیم مدیران رویکرد جدید رو با آغوش باز پذیرفته باشن. اونها باید متحد باشن و در عین حال آگاه باشن که اگرچه چهره کلی سازمان روند واحدی رو به نمایش میگذاره، اما از افرادی تشکیل شده که در حال طی کردن دوران پرتنش تغییرها هستند، افکار متفاوتی دارن، قالب‌های ذهنی متفاوتی دارن، نگرش‌های متفاوتی دارن و شاید بتونن این نگرش رو به سمت مقابله با تغییر پیش بره و نیاز به پشتیبانی و حمایت مدیران دارن. و چه بهتر که مدیران خودشون این تغییر رو در زندگی کاریشون ایجاد بکنن و سپس انتظار داشته باشن که این تغییر به سایر افراد سازمان گسترش پیدا بکنه. شماره 3، تمام لایه‌ها رو درگیر کنیم. درگیری تمام لایه‌ها. از اونجایی که برنامه تغییر با تعیین استراتژی و اهداف مربوط به اجرا پیشرفت می‌کنه، بر تمام سطوح مختلف سازمان یا حداقل اون بخش خاص از سازمان که تغییر در اونجا ایجاد شده تأثیر می‌گذاره. در هر لایه از سازمان، مدیرانی که شناسایی و تعلیم داده میشن باید به صورت متحد در مسیر دیدگاه شرکت جهتگیری داشته باشن، یعنی اقدامهای خودشون در راستای اهداف شرکت جهتگیری بکنن. تجهیزات لازم برای عمل به مسئولیت محول شده به اونها در اختیارشون قرار بگیره و برای ایفای نقش در راستای تغییر به اونها انگیزه لازم داده بشه و به این ترتیب افراد میتونن به سمت تغییر پیش برن و در این زمینه استقبال خوبی هم داشته باشن. پیام ها رو منتقل بکنیم. اشتباه رایج بین مدیران اینه که تصور میکنن دیگران، یعنی کارمندان هم مانند اونها موضوع تغییر رو کاملا فهمیدن، مانند اونها نیاز به تغییر رو حس میکنن و مسیر حرکت رو به وضوح مشاهده میکنن. چنین چیزی میتونه وجود نداشته باشه و چنین تضمینی وجود نداره و به همین خاطر شما باید به عنوان یک مدیر تازه سعی کنین این موضوع رو فرهنگ سازی بکنین و این پیام رو با زبان سلیسی که برای کارمندان قابل لمس باشه به اونها منتقل بکنین و بفهمن. ارتباط از پایین ترین سطح سازمانی وارد شده و از بالاترین سطح سازمانی میتونه خارج بشه. هدف از این ارتباطات اینه که اطلاعات درست مربوط به تغییرها در زمان مناسب در اختیار کارکنان قرار بگیره و بازخورد اون، فیدبک اون مشاهده بشه که لازمه این بازخورد ارتباط مضاعف و دو طرفه مدیران با کارمندان، گزارش‌ها و پیشنهادات کارمندان به مدیران و استفاده از روش‌های گوناگون اینچنینی میتونه باشه. شماره 5، چارچوب رسمی برای تغییر ایجاد کنین در سازمان. افراد به طور ذاتی منطقی هستند و همواره از اینکه چه مقدار از تغییرها مورد نیاز است سوال میکنن و مسلما باید یه چارچوب مشخص، یه دستورالعمل مدونی وجود داشته باشه تا بتونه به این سوالات و پرسش‌ها جواب بده و اگر با کوچکترین سوالی شما نتونید در مقابل اون سوال توجیه مناسب برای تغییر بیارین، مسلما اون فرد جبهه‌گیری خواهد کرد در مقابل اون تغییر. این سوال چه زمانی که شرکت به صورت درست در مسیر تغییرها حرکت میکنه و چه زمانی که اونها میخوان شخصا مسئولیت ایجاد تغییرها رو به عهده بگیرن میتونه مطرح بشه و از مدیر توقع پاسخگویی میره، توجیهات لازم رو در این زمینه اعمال بکنه، آمادگی پاسخ به پرسش‌های منطقی کارمندان رو داشته باشه. بیان یک چارچوب رسمی برای تغییر و طرح دیدگاه دقیق خودشون، خود مدیر، در قالب جمله‌های نوشتاری فرصت ارزشمندی برای ایجاد تیم مدیریتی و وادار کردن اونها به صف‌بندی مناسب در جهت برنامه تدوین شده است و این مسلماً به نفع خود مدیرم هستش که اگر که بتونه پاسخی برای پرسش‌های کارمندان پیدا بکنه و هرچه بیشتر اونها رو توجیه بکنه، به تبع میزان تسلط خودش نسبت به اون تغییر هم افزایش پیدا خواهد کرد. برای شکل‌گیری و اون تشکیل این چارچوب 3 مرحله حداقل مورد نیاز هستش. اول، روبرو شدن با واقعیت و بیان الزام‌های متقاعد کننده برای تغییر. خود مدیران باید بپذیرن که این تغییر میتونه در سازمان توسعه ایجاد بکنه، مطلوبیت ایجاد بکنه، مثبت باشه و متقاعد بشن نسبت به اینکه تغییر میتونه شرط مثبتی در سازمان ایجاد بکنه و الزام‌هایی که میتونه این متقاعد کردن رو ایجاد بکنه رو هم مورد بررسی قرار بدن و بتونن کارمندان از این طریق توجیه بکنن. دوم، نشون دادن این که سازمان با اجرای تغییر آینده روشن و تضمین شده و حتی بهتر از شرایط فعلی رو خواهد داشت و تیم مدیریتی میتونه به اون آینده تضمین شده و درخشان
دسترسی پیدا کنه و در از این طریق داریم کارمندان رو سعی میکنیم بهشون انگیزه بدیم و تشویق بکنیم، میزان اشتیاق اونها رو افزایش بدیم. و سوم، ارائه نقشه دقیق برای هدایت رفتارها و تصمیم گیری ها که در جریان تغییر قرار بگیرن و منطبق با تغییر پیش برن. یعنی شما یه دقیق اومدین تغییر جدید در سازمان ایجاد کردیم، باید همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیران و کارمندان زیر مجموعه شون دقیقا در راستای این تغییر پیش بره و منطبق بر این حالت باشه. مورد ششم، ایجاد حس مالکیت. حس مالکیت در سازمان باید ایجاد بشه. در طول اجرای طرح‌های مربوط به تغییرهای بزرگ، مدیران باید فعالیتی بیش از حالت معمول داشته باشند، جنب و جوش بیشتری نسبت به حالت معمول داشته باشند. چون مسلما شما با یک جبهه جدید روبرو شدید، با یک شرایط و فضای جدید روبرو شدید. در این فضا باید میزان فعالیت برای کنترل کردن و تسلط بر این افزایش بیشتری داشته باشه و نسبت به گذشته تکاپوی بیشتری نیاز هستش. و بتونن در میان نیروی کار گروهی علاقمند به تغییر رو ایجاد کنن. تازه وقتی که کارمندان متوجه بشن و ببینن که شاهد باشن که مدیران چقدر در راستای اون تغییر دارن تلاش میکنن، پس در درجه اول این موضوع رو مورد پذیرش قرار میدن که این تغییر برای مدیر قابل قبول واقع شده که داره با جانفشانی بیشتری نسبت به گذشته در راستای اون تغییر پیش میره و کار میکنه و اعتماد به نفس کارمندان افزایش بیشتری پیدا میکنه. و گفتم نکته دوم این که صحبت کردیم قبلا، وقتی کارمند به مدیر بالاسری خودش نگاه میکنه و متوجه میشه که اون مدیر چقدر به اون تغییر ایمان داره، این ایمان و اعتقاد به سایر کارمندان هم میتونه تسری پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. این شرایط نیاز به نوعی حس مالکیت از سوی مدیرانی داره که مسئول اجرای تغییر در تمام حوزه‌های تحت کنترل خودشون هست. معمولاً بهترین نوع این مالکیت زمانی ایجاد میشه که افراد رو در شناسایی مشکل و یافتن راه حل برای اون دخالت بدیم، به اونها نقش ایفا کنیم. یعنی در این تغییر افراد هم نقش ایفا بکنن و آمیخته با این تغییر بشن. این روند میتونه از طریق ایجاد انگیزه و پاداش برای افراد تقویت بشه. در این حال که به افراد نقش میدیم، در راستای اینکه افراد به سمت بهبود تغییر پیش میرن یا منطبق با تغییر پیش میرن و باعث موفقیت تغییر در اجرای تغییر در سازمان میشن، میتونیم به اونها پاداش لازمه رو هم در نظر بگیریم و دلگرمی افراد از این طریق افزایش بیشتری پیدا کنه. و این میتونه به شکلی ملموس مثل پاداش مالی باشه یا به شکلی روحی مثل ایجاد حس همکاری در افراد، تشویق در بین گروه برای افراد و اینکه در شکل گیری به سرنوشت شرکت سهیم هستند نمودار بشه. در واقع اینکه افراد رو مجاب میکنین، تشویق میکنین که اگر این تغییر در سازمان ایجاد بشه، برای آینده کاری شما هم میتونه مفید فایده واقع بشه. پس به این ترتیب افراد از این طریق انگیزه پیدا میکنن، شروع شوق بیشتری پیدا میکنن که تغییر رو مورد پذیرش و اجرا قرار بدن. دوردمای فرهنگی خود رو مشخص بکنید. برنامه‌های تغییر موفق اونهایی هستند که با جریان یافتن در سازمان به سرعت و شدت اجرایی میشن و پیاده میشن یا قابلیت اجرایی شدن پیدا میکنن. اون بستر لازم برای اجرایی شدن اونها در سازمان مهیاست و فراهم. به همین دلیل بسیار مهمه که مدیران از فرهنگ و رفتارهای متناسب با تغییر در هر سطح از سازمان آگاه بشن، تشخیص بدن که کارمندانی که میخوان با این تغییر مواجه بشن از چه شرایط فرهنگی برخوردار هستن، تا چه میزان آمادگی ذهنی پذیرایی از تغییر رو دارن و این آمادگی رو دارن که اون تغییر رو مورد قبول قرار بدن و اجرایش بکنن در سازمان و مسئولیت ایجاد اون رو به عهده بگیرن. شرکت ها اغلب در ارزیابی و تشخیص این رفتارها دیر اقدام می کنند. در این فرهنگ سازی یا شناسایی میزان آمادگی ذهنی کارمندان خودشون دیر اقدام می کنند یا اصلا اون نمی پردازن. این در حالی که عیب شناسی رفتاری اگر به صورت کامل انجام بشه می تونه میزان آمادگی سازمان رو برای تغییر مشخص بکنه، مشکل های اساسی رو به سطح بیاره و آشکار بکنه، واضح بکنه، ناسازگاری ها رو شناسایی بکنه و فاکتورهایی رو که برای شناسایی و تاثیرگذاری بر منابع مدیریتی لازم هست معین بکنه. در نهایت این ابیابی باعث میشه که ارزش ها، اعتقاد ها و رفتارهای لازم برای اینکه تغییر با موفقیت انجام بگیره شناسایی بشه و تضمین بیشتری برای موفقیت تغییر در سازمان حاصل میشه. چون شما با ذهنیت های افراد آمادگی بیشتری دارین، شناخت بیشتری دارین و بستر مناسبی برای اینکه در چه زمانی و با چه شرایطی در چه موقعیت سازمانی و ساختار سازمانی تغییر باید در سازمان عرضه و ارائه بشه آشنایی بیشتری دارین و در همون زمان چنین کاری رو انجام میدین. پس به این ترتیب
چون اون نقاط ارزشی و اعتقادی افراد نسبت به چگونگی برخورد با تغییر و روبرو شدن با تغییر شناسایی شده، کشف شده، شما میتونید در بهترین زمان ممکن، مطلوب‌ترین زمان ممکن و بهترین شرایط روبرو شدن کارمندان با تغییر اون رو عرضه بکنید. اینها همون زیربناهای لازم برای طراحی عناصر اصلی تغییرها هست. مورد بعدی، به دیدگاه فرهنگی خودتون به صورت صریح رسیدگی بکنید. به محض اینکه مفهوم فرهنگ در محیط جدید دریافت میشه، باید دقیقاً مثل سایر حوزه‌های تغییر به اون توجه بشه. مدیران باید درباره بهترین فرهنگ و رفتارهای اصولی که میتونه روش جدید کسب و کار و پیاده شدن و اجرایی شدن تغییر رو حمایت کنه، کاملاً صریح باشن و در این مورد تفکر داشته باشن و به دنبال روش‌هایی برای مدل سازی و پاداش دادن به چنین رفتارهایی باشن. یعنی وقتی که یک کارمندی میاد با این تغییر همگام میشه، همسو میشه و تغییر مورد حمایت قرار میده، باید اون روش‌های برخورد کردن با چنین کارمندی که حامی این تغییر هست مورد بررسی قرار گرفته باشه و عامل‌های تشویقی در موردش مورد سنجش و آماده‌سازی انجام شده باشه و گرفته باشه. لازمه این اتفاق ارائه یک تعریف مشخص و واضح از فرهنگ مطلوب سازمانی و تعبیه یک طرح دقیق برای گذار به فرهنگ جدید هستش. برای روبرو شدن با وقایع غیر منتظره باید آماده باشید. اون زمانی که افراد ناخودآگاه ناگهانی با تغییر رویکرد منفی خواهند داشت، مخالفت خواهند داشت و مقابله میکنند. هیچ برنامه دقیقا مطابق با طرح اولیه اون میتونه پیشنره و تضمینی بابت این قضیه نیست. باید بپذیریم. افراد در مقابل رویدادهای غیر منتظره عکس العمل نشون میدن. پس به صورت ناگهانی نباید تغییر وارد سازمان بشه. باید به تدریج این کار انجام بشه تا به عنوان یک رویداد غیر منتظره توسط افراد شناسایی نشه و با پیش زمینه ذهنی کمابیش قابل قبولی اون تغییر رو مورد پذیرش و قبول قرار بدن یا اجرا بکنن در سازمان. گاهی در روند تغییر اتفاقهای پیش بینی نشده ای رخ میده که محیط پیرامون رو کاملا متحول میتونه بکنه. یک روش مؤثر برای مدیریت تغییر ارزیابی مداوم تأثیر تغییر در سازمان و میزان رضایت از اونها و همینطور بررسی میزان توانایی سازمان برای پذیرش مرحله های بعدی تغییر هاست. ببینید اینجا چند تا نکته مهم وجود داره. یکی اینکه شما باید این موضوع مورد پذیرش قرار بدین که تغییر به صورت ناگهانی نباید در سازمان صورت بگیره. این یک. نکته دومی که نباید تغییر در کل سازمان اعمال بشه. گام به گام، استپ بای استپ، باید مرحله به مرحله، بخش به بخش سازمان دستخوش تغییر بشه و میزان رضایت از تغییر توسط کارمندان، میزان اجرایی شدن این تغییر، میزان توانایی این تغییر برای اجرایی شدن در سازمان و حتی میزان اثر بخشی این تغییر پس از اجرا شدن در سازمان باید مورد بازخورد و ارزیابی مداوم قرار بگیره. پس به این ترتیب نکته بسیار مهم اینه که ما باید تغییر رو از یک اشل کوچیک، از یک محیط کوچیک سازمانی شروع بکنیم و این آزمایشات رو در مورد اون تغییر اعمال بکنیم، میزان رضایت و میزان چگونگی برخورد کارمندان با اون تغییر رو مورد سنجش قرار بدیم تا بعد بتونیم برای مرحله های بعدی این تغییر رو به سایر بخش‌های سازمان گسترش بدیم و تسریع بدیم. با کارکنان خود صحبت کنید. اگرچه تغییر در درجه اول یک روند سازمانی هست، اما جنبه فردی اون هم بسیار پررنگه، چون تک تک افراد هستن که با اون تغییر روبرو میشن و میتونن اون رو مورد پذیرش یا عدم پذیرش قرار بدن. مردم در طول هفته ساعت‌های بسیاری رو در محل کار خودشون سپری میکنن و بسیاری از اونها همکارانشون رو خانواده دوم خودشون میدونن. افراد نیاز دارن که بدونن کارشون چگونه تغییر میکنه، چه نکته مثبتی در زندگی درون سازمانی و حتی برون سازمانی اونها میتونه ایجاد بکنه، در طول تغییر و پس از پایان اون چه توقعی از اونها وجود داره، اونها چطوری ارزیابی خواهند شد پس از اینکه اون تغییر در سازمان ایجاد و اجرا شد و موفقیت و شکست از دیدگاه اونها و اطرافیانشون به چه معنایی هستش. و این بسیار بحث مهمی است که استرس میتونه بین کارمندان سازمان ایجاد بکنه. تیم مدیران باید تا اونجا که امکان داره با کارکنان خود صادق و صریح باشن، نقاط ضعف و قوت تغییر رو مطرح بکنن، در آموزش دادن به کارمندان خودشون بسیار زیاد کوشا باشن و در حقیقت این نوید رو هم به اونها بدن که اگر این تغییر در سازمان مورد پذیرش کارمندان قرار بگیره و اجرایی شود، چه پوانهای مثبتی رو میتونه برای کارمندان به همراه داشته باشه. افراد نسبت به چیزهایی که در اطرافشون میبینن یا میشنون واکنش نشون میدن و باید کاملا در روند تغییرات درگیر بشن. وجود هدایا و یا عامل‌های تشویقی مثل ترفیع، تصدیق و پاداش برای کارکنان میتونه به پذیرش تغییر از سوی اونها کمک بکنه و میزان اشتیاق و انگیزه اونها رو افزایش بده.
همینطور عزل افرادی که مانعی بر سر راه تغییر هستند در گام آخر باعث ایجاد تعهد بیشتر در سازمان برای اجرای تغییرها میشه، که البته میتونه در گام آخر باشه و در لحظاتی که دیگه ما هیچ چاره ای نداریم برای اینکه این تغییر رو در سازمان اجرا بکنیم، در این حالی که خودمون کاملا ایمان داریم به اینکه این تغییر باید در سازمان ایجاد بشه و اگر ایجاد شود چه مزایای مثبتی خواهد داشت، باید در مقابل کسانی که مانعی برای این تغییر هستند و میتونن این روند تغییر یا خط مشای پیرامون تغییر رو دستخوش دگرگونی منفی بکنن و صدی رو ایجاد بکنن، با جلو اینها بیستیم و اونها رو از گردونه روبرو شدن با این موضوع خارج بکنیم. مزیت‌های مدیریت تغییر برای سازمان و همینطور برای افراد رو مورد بررسی قرار می‌دیم. در ابتدای کار برای سازمان، مدیریت تغییر برای سازمان و افراد مزیت‌های زیادی رو می‌تونه برمقام بیاره. از جمله مزیت‌هایی که برای سازمان برشمرده شده است که اونها رو به شکل فهرستوار مطرح می‌کنیم، می‌تونیم به این موارد اشاره بکنیم. سازمان میتونه سریعتر به خواستهای مشتریان پاسخ بده، چون در حقیقت در گذشته شاید شما مشتریانتون نسبت به کندی کار یا عدم ارائه سرویس منظم و به موقع نسبت به خدماتی که مد نظر هستش و مد نظرشون بوده اعتراضاتی داشتن، و به این ترتیب شما با این تغییرهایی که در سیستم ایجاد میکنید میتونید خواستهای مشتریان رو گسترش بدین، سریعتر انجام بدین و رضایت اونها بیشتر جلب بشه و جزء مزیت‌های رقابتی سازمان شما محسوب بشه. به سازمان اجازه میده تا تأثیر کلی تغییر رو ارزیابی بکنه. زمان لازم برای اجرای تغییر کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه. سریعتر اجرای تغییر صورت میگیره در سازمان. احتمال تغییر ناموفق کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه. مدیریت تغییر راه رو برای پیش بینی چالش ها و پاسخ دادن به اونها هموار میکنه، تا حتی میتونیم بگیم که این یه تجربه میتونه ایجاد بشه برای تغییرهای مشابه بعدی برای مدیریت تغییر، که چگونه میتونه تغییرهای گام های بعدی رو پیش بینی بکنه، چگونه میتونه چالش های پیرامون رو لیست بکنه، فهرست بکنه و در جهت پاسخ دادن و مدیریت کردن به چالش ها توانایی و قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. فرایند مدیریت تغییر خطرهای مرتبط با تغییرها رو میتونه کاهش بده، اتلاف بهره‌وری در سازمان کمتر میشه و در نهایت مقاومت و مقابله و مخالفت پرسنل در مقابل تغییرهای سازمانی کاهش پیدا میکنه. و همونطور در مورد افراد، مزیت‌های مدیریت تغییر برای افراد رو مورد بررسی قرار بدیم. مزیت‌هایی که مدیریت تغییر برای افراد میتونه به همراه داشته باشه، اگه بخوام لیست بکنیم، عبارتن از کمک به برنامه‌ریزی برای ایجاد راهکارهای ارتباطی کارآمد، کاهش مقاومت در برابر تغییرها، بهبود روحیه، بهره‌وری و کیفیت کار، بهبود همکاری و ارتباطهای درون سازمانی بین همکاران، کاهش جنبه‌های مخرب تغییر و مقابله کردن با تغییر و مخالفت، و همینطور تأکید بر فرصت‌های مثبت موجود در روند تغییر. خب دوستان، تا به اینجای کار من خواهش می‌کنم که به این سوال توجه بفرمایید: کدام گزینه از جمله تحول‌های ساختاری در بلند مدت نیست؟ الف مقیاس، به مدت زمان، جیم هزینه های سازمانی و دال اهمیت استراتژی. بله، همونطور که درست فرمودین، گزینه درست ما گزینه جیم هست. همونطور که عرض کردم، تحول های ساختاری در بلند مدت دارای 4 ویژگی هستند: مقیاس، تغییر بر همه یا بسیاری از بخش های سازمان میتونه تاثیر بگذاره، اندازه، میزان تغییر وضع موجود، مدت زمان، معمولا برای ماها میتونه تغییر به طول بیانجامه، و اهمیت استراتژی، که شرکت ها تنها زمانی به نتیجه مطلوب میتونن دست پیدا کنن که این تغییرها در سطح فردی کارکنان رخ بده، و به همین خاطر هزینه های سازمانی همونطور که ملاحظه کردین در این مقوله نمی گنجه و گزینه درست ما گزینه جیم هست. سلام و عرض ارادت خدمت علاقمندان و دانشجویان محترم در دوره آموزشی مدیریت تغییر. بنده فردوسیان هستم که در ارتباط با دوره آموزشی در خدمت دوستان عزیز خواهم بود. البته این دوره آموزشی دوره 5 درس هست، که پیش از اینکه وارد مباحث مرتبط و مربوط به درس اول بشیم، یک توضیحات مختصری در ارتباط با آموزش و این دوره آموزشی خدمت عزیزان عرض می‌کنم. در این آموزش تلاش می‌کنیم درباره تغییرهای اساسی سازمان‌ها بحث و بررسی انجام بدیم. همچنین به این موضوع میپردازیم که چرا افراد و سازمان‌ها در برابر پدیده تغییر مقاومت می‌کنند و اینکه چگونه می‌تونیم این مقاومت رو در هم بشکنیم.
هدف کلی این دوره آموزشی عبارت است از آشنایی با چگونگی اجرا و پیاده سازی تغییر در سازمان با استفاده از مدیریت مطلوب و پایدار در جهت رسیدن به هدفهای سازمان، افزایش بهره‌وری درون سازمانی و همینطور ارتقاء کارایی‌های فردی منابع انسانی شاغل در سازمان. اهمیت و ضرورت برگزاری این دوره آموزشی و بحث درباره محورهای مطرح در اون از اونجا ناشی میشه که به طور مسلم سازمانهای پیشرو برای همگامسازی خودشون با محیط در حال تغییر پیرامون نیازمند چابکسازی هستند. به هر حال باید بپذیریم که همه سازمانها محیطی در اطراف خودشون دارن که از بیرون به درون سازمان تأثیراتی وارد میکنه و برای اینکه سازمانها بخوان در مقابل محیط در حال تغییر که دارای تحمیل هایی به درون سازمان هست مقاومت بکنن نیازمند سیاست و استراتژی پیشروی به سمت چابکسازی هستند و این امر با اجرای تغییرهای مطلوب در سازمان میسر خواهد شد. البته مدیریت کارا در راستای اجرای تغییرهای ضروری در سازمان باید بتونه بر مقاومت هایی که در راستای تغییرهای ایجاد شده توسط منابع انسانی بروز میکنه پیروز بشه، فائق بیاد، مسلط بشه تا به اهداف عالی خودش بتونه دسترسی پیدا بکنه. در انتهای بحث باید خدمت شما عرض بکنم که مخاطبان این دوره آموزشی علاقمندان و دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در گرایش های رفتار سازمانی، منابع انسانی، استراتژی و فناوری و همینطور رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در رشته کشاورزی و صنایع غذایی هستند که البته مطالب این دوره بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم تنظیم و ارائه شده. و در انتهای بحث باید خدمت شما عرض بکنم که ما در ابتدای هر درس سرفصل‌های اون درس رو در ابتدا بحث می‌کنیم و شما متوجه میشین که با چه موضوعات و سرفصل‌ها و چه خط مش علمی روبرو خواهید شد و در وسط درس و در حتما انتهای درس ما تست‌های چهار گزینه‌ای خواهیم داشت که شما به این تست‌ها سعی می‌کنیم جواب بدیم و در نهایت من پاسخ تشریحی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب من با اجازهتون درس اول رو می‌خوام شروع بکنم و راجع به سرفصل‌های مورد بحث در درس اول میخوایم بحث و بررسی داشته باشیم. از فراگیران انتظار میره بعد از مطالعه این درس بتونن ماهیت تغییر رو شرح بدن، انواع تغییر در سازمان رو برشمارند، مدیریت تغییر رو تعریف بکنند، اصول مدیریت تغییر در محیط کار رو ذکر بکنند، مزیت‌های مدیریت تغییر برای سازمان و افراد رو توضیح بدند، مراحل فرایند تغییر و تحول رو شرح بدن و در انتهای درس اول سطح‌های مدیریت تغییر رو بیان بکنن. خب با این سرفصلی که مورد بحث قرار گرفت، اولین بحثی که مورد صحبت ما خواهد بود ماهیت تغییر و تعریف اون هستش. در عصر حاضر سازمان‌ها به صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه هستند و به منظور بقا و پویایی خودشون مجبورن که خودشون رو با تغییرهای محیطی پیرامون سازگار بکنن. به بیان دیگه با توجه به سرعت شتابنده تغییرها و تحولهای علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و موارد اینچنینی در عرصه حاضر، سازمانهای موفق و کارآمد محسوب میشن که علاوه بر هماهنگی با تحولهای جامعه امروزی بتونن مسیر تغییرها و دگرگونیها رو هم در آینده پیشبینی و پیشگویی بکنن و قادر باشن که این تغییرها رو در جهت ایجاد تحول‌های مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت بکنن. در دنیای رقابتی و پرتغییر امروزی، ضرورت تغییرهای سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیته. باید بپذیریم که سازمان‌ها در پیرامون خودشون با تغییرهایی مواجه میشن و این که شما بتونید با اون تغییرها سازگار بشین، تغییرها رو بشناسین و اونها رو پیش بینی بکنین و به این ترتیب سازمانتون با استراتژی چابک سازی هدایت و رهبری بکنین، این عامل و یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان میتونه محسوب بشه. با این وجود سرعت این تغییرها به دلیل مقاومت برخی از کارکنان سازمانها و منابع انسانی در برابر اون تغییر کافی نیست و باید بپذیریم که همیشه در مقابل تغییر یک سری مقاومتها و مخالفتهایی وجود داره و بسیاری از سازمان‌ها در چنین مواقعی متأسفانه دچار مشکل‌های بسیاری میشن و این باعث میشه که سرعت تغییر کم بشه یا در گاهی اوقات که همه مورد پذیرش قرار میدن تغییر رو، سرعت تغییر میتونه مطلوب بشه. در کل کلام اینه که تغییر به معنای خروج از حالتی و استقرار به حالت دیگه‌ای هستش. در مباحث سازمانی تغییر عبارت است از دگرگونی سازمان از وضعیت موجود در حداقل یکی از حوزه‌های ساختار سازمانی، فناوری، نیروی انسانی، وظایف و عملکردهای تولیدی و خدماتی و رسیدن به وضعیت مطلوب. پس به این ترتیب ما باید سعی کنیم از وضعیت موجود خودمون رو به یک وضعیت ارتقا یافته و مطلوبی در آینده برسونیم. تغییر سازمانی بی مقدمه صورت نمیگیره.
مسلما تغییر نیازمند محرک های تغییر هست که این محرک های تغییر معمولا از محیط اطراف سازمان و بیرون سازمان که همون بازار هستن میتونه در حقیقت شکل بگیره. همه سازمان ها یک بخشی از بازار رو میتونیم بگیم که اشغال کردن، تغییر و تحولات و حوادث و اتفاقات موجود در اون بازار میتونه بسیار زیاد در تغییرهای درون سازمانی مؤثر واقع بشه. این محرک ها مواردی رو از قبیل حرکت های جسورانه رقبا، تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی در بر میگیره. ولی مهمترین بحث اینه که ناکارایی مدیر بسیار زیاد میتونه باعث به عنوان یک محرک برای تغییر سازمان محسوب بشه. اگر یک مدیری بد عمل بکنه، سازمان میاد اون مدیر رو تغییر میده و یا اگر مدیری داره کارایی کمی باشه، اون مدیر رو سعی میکنه عوض بکنه، جاشو عوض بکنه و مسلما تغییر در استراتژی ها و سیاست های اون بخش از سازمان صورت میگیره. خلاصه کلام اینه که بارها اشاره شده و چیزی بسیار مهم اینه که تنها چیزی که در سازمان ها ثابته خود تغییر هستش. با این توضیح و مقدمه کوتاه میخوایم راجع به حوزه های تغییر در سازمان بحث داشته باشیم که سازمان ها به عنوان یک کل و افرادی که اون سازمان رو تشکیل میدن به عنوان یک خاص، یعنی جزئی از اون کل، دوست ندارن که کلمه تغییر رو بشنون.